شکایت کردن اهل زندان پیش وکیل قاضی از دست آن مفلس با وکیل قاضی ادراکمند اهل زندان در شکایت آمدند که سلام ما به قاضی برکنون بازگو آزار ما زین مرد دون کن در این زندان بماند او مستمر یا و تاز و تبخار است و مزر چون مگس حاضر شود در هر تعام از وقاحت بی سلام و بی سلام پیش او هیچ است لوت شست کس کر کند خود را اگر گوییش بس مرد زندان را نیاید لقمه ای ور به صد حیلت گشاید طعمه ای در زمان پیش آید آن دوزخ گلو حجتش این که خدا گفتا کلو زین چنین قحط سه ساله داد داد ظل مولانا ابد پاینده باد یا ز زندان تا رود این گاو میش یا وظیفه کن ز وقفی لقمه ایش ای ز تو خوش هم ذکور و هم اناس داد کن المستغاث المستغاث سوی قاضی شد وکیل بانمک گفت با قاضی شکایت یک به یک خواند او را قاضی از زندان به پیش پس تفحص کرد از اعیان خیش گشت ثابت پیش قاضی آن همه که نمودند از شکایت آن رمه گفت قاضی خیز از این زندان برو سوی خانه مردریگ خیش شو گفت خان و مان من احسان توست همچو کافر جنتم زندان توست گر ز زندانم برانی تو برد خود بمیرم من ز تقصیری و کد همچو ابلیسی که می گفت ای سلام رب انظرنی الی یوم القیام کاندر این زندان دنیا من خوشم تا که دشمن زادگان را می کشم هر که او را قوت ایمانی بود و از برای زادره نانی بود می ستانم گه به مکر و گه به ریو تا برارند از پشیمانی غریو گه به درویشی کنم تهدیدشان گه به زلف و خال بندم دیدشان قوت قوت ایمانی در این زندان کم است وان که هست از قصد این سگ در خم است از نماز و صوم و صد بیچارگی قوت ذوق آید برد یک بارگی استعیذ الله من شیطانه قد هلکنا قد هلکنا آه من طغیانه یک سگ است و در هزاران می رود هر که در وی رفت او می شود هر که سر درد کرد می دان کو در اوست دیو پنهان گشتن در زیر پوست چون نیابد صورت آید در خیال تا کشاند آن خیالت در وبال گه خیال فرجه و گاهی دکان گه خیال علم و گاهی خانمان هان بگو لا حولها اندر زمان از زبان تنها نه بلک از عین جان